استاد محترم دکتر زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، بعد از تقدیم احترامات اول خوبتان تبریک میگویم. بعد از زحمت زیاد بالاخره این موافقت نامه امضا شد، منتها خبرها که ما تحقیق میکنیم شما در مورد متفق ساختن طرف دولت اسلامی افغانستان چندان موافقت به دست نیاوردین. اول در این مورد آخرین خبر از شما میخواییم بگیریم. اول سلام به شما و به همه شنونده های پروگرامتان، یک پروگرام که شهرت زیاد داره در افغانستان. تشکر میکنم که از این به من چانس دادین که با شما و با شنونده هایتان صحبت داشته باشم. در قسمت چیزی که گفتین درباره موقف حکومت جمهوری اسلامی، باید عرض کنم که در گذشته باز نگرانی های اینا داشتن که خودشان مطرح کردن، این در سال گذشته بود. حالا ما و حکومت جمهوری اسلامی در موافقه هستیم. او باز غلط فهمی هایی که در گذشته وجود داشت رفع شده و شما دیده باشین در اون روزی که موافقه بین امریکا و طالبان امضا شد که در برای مذاکره بین افغانی باز کنه و یک چانس صلح بر افغانستان به وجود آورد، در عین روز یک اعلامیه مشترک بین امریکا و ناتو و افغانستان هم اعلان شد که به افغان‌ها اطمینان بده که در سیاست امریکا برای پشتیبانی از افغانستان، برای پشتیبانی از قوای امنیتی افغانستان تغییر نیامده و اونا دوام میدن. ما فکر میکنم که به یک جای خوبی هستیم. حالا در رابطه در باره صلح بین ایالات متحده و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان. بله استاد محترم دکتر سید زلمه خلیلزاد، از نقطه نظر ایالات متحده امریکا این موافقت بزرگ است به یک توافق رسیدن، منتها از طرف افغانستان مشکلات هنوز هم باقی مانده. برای اینکه دو حکومت فعلا اعلان شد و کدام طرف شما به رسمیت میشناسین؟ برای اینکه اگر از دو طرف شما به رسمیت میشناسین مشکل زیاد خواهد شد. در این مورد در کدام طرف هستین؟ خب اول باید بگیم که این مشکل سیاسی نتیجه مشکلات است که در انتخابات صورت گرفت و ما میدانیم که کمیسیون مستقل انتخابات جناب آقای دکتر اشرف غنی را برنده انتخابات گفتن و همچنان میدانیم که دکتر عبدالله و تیمشان این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات قبول نکردن. ما مخالف دو حکومت هستیم در افغانستان. ما میخواهیم که یک تفاهم بین گروپ دکتر عبدالله و حکومت رئیس جمهور غنی صورت بگیره. این بسیار بد است که در افغانستان دو حکومت یا دو رئیس جمهور در افغانستان وجود داشته باشه. این مسئله، این واقعیت یک خطر بزرگ نه تنها برای پروژه صلح است، بلکه برای آینده افغانستان است. ما بسیار فعال بودیم و هستیم که راه حل برای یک تفاهم و برای تشکیل یک کابینه که طرفداری وسیع در افغانستان داشته باشه و دکتر عبدالله و تیمشان در حکومت شامل باشن، ما طرفداری میکنیم از این. اما گذاشتیم که او موافقتنامه بین خود از این دو تیم به کمک افغان ها، به کمک جامعه بین المللی به شمول امریکا یک راه برش پیدا شود. بله خب منتها بسیاری متخصصین به این فکر هستند که اگر جامعه جهانی به برابری ایالات متحده امریکا اگر یک طرف به رسمیت بشناسه این مشکل زود حل خواهد شد. شما چرا سید منتظر میمانین که به رسمیت نشناسین یک طرفه؟ ما نگفتیم که ما به رسمیت کسی را نمیشناسیم. ما قبول داریم که دکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده و ما این را قبول داریم.
در عین زمان ما نگرانی های دکتر عبدالله را هم درک میکنیم و از او خاطر در پهلوی ازی که کمیسیون مستقل انتخابات دکتر اشرف غنی را رئیس برنده انتخابات اعلان کرده، طرفدار یک تفاهم که نتیجهش اون نتیجه مورد قبول هر دو طرف باشه، بر از او هم کوشش میکنیم و طرفدار از او هستیم و مخالف حکومت موازی هستیم. ما مخالف هر قدمی هستیم که برای امنیت افغانستان، برای وحدت افغانستان و برای استقلال افغانستان در او خطر باشه و کوشش ما همیست که هر چیز زودتر رای حل برای مشکل سیاسی که فعلا وجود داره پیدا شوه. و بعدم تکرار میکنیم که در این قسمت ما کوشش های زیاد کردیم و به کوشش ها دوام میدیم. بله خب استاد محترم، قرار بود که در مارچ مذاکرات بین افغانی آغاز شود. اگر وضع بدین منوال ادامه پیدا بکنه، کی آغاز خواهد شد مذاکره مستقیم بین طالبا و دولت اسلامی افغانستان؟ دو چیز میخواهیم بگویم. اولی که گپ شما درست است که به روز ده که مذاکره بین الافغانی شروع می شد نشد و دلیلش هم تا اندازه زیاد مشکلات سیاسی که رابطه با کوشش یا موقع برای صلح نداشت و دلیلش مشکلات انتخابات بود، ای به تعویق افتیده و ما کوشش داریم که به زودی ممکن این مذاکره شروع شود. دوم، پیشرفت ها صورت گرفته و او ایست که مثلا تر مسئله رهایی زندان ها یک فرمان از طرف رئیس جمهور صادر شد، از رئیس جمهور غنی، که دروازه را برای پیشرفت در او قسمت باز کرده. دومی که من در کابل هستم، شما در جیان هستین و قدم های مثبت در حال گرفته شدن است برای یک تشکیل یک هیئت همشمول برای مذاکره با طالبا و انتخاب کسی که ریاست یا ماموریت رهبری این تیم داشته باشه. من خوشبین هستم که در چند روز آینده این مسئله به خیر نهایی شود و ما هم در این قسمت هم فعال هستیم و طرفدار عزیز هستیم که هر چیز زودتر به نتیجه در این قسمت برسیم. بله استاد، یک موضوع که در بین مردم بسیار زیاد باعث نگرانی شده است که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا آقای ترامپ اخیرا گفت که فکر میکنه که طالبا شاید بتانه دولت به دست بیاره. یعنی یک قسم موقف از اینا را افغانا ایت تلقی کردن که شاید دولت امریکا طرفداری از طالبا را میکنه. این را چطور میتونین تشریح بکنین به مردم بفهمانین که وضعیت از چی قرار است؟ نه، رئیس جمهور امریکا هدفش نبود که بگه که امریکا میخواهد طالبا حکومت بگیره. نه، ما میخواهیم که مذاکره بین الافغانی شروع شوه و به اساس موافقه بین افغانا این جنگی که 40 سال تاریخ داره، این جنگی که هر هفته از 100 افغان زیادتر کشته میشه و معانت باز وقت حتی به 700 800 900 افغان کشته میشه، این ختم شوه و صلح بیاد افغانستان و همچنان دنیا از افغانستان احساس خطر نکنه و برزی که این نتایج به دست بیاریم، تحلیل ماییست، فرضیه ماییست که از رای مذاکره بین الافغانی این چیز به دست آورده شده میتونه. حالا ببینیم که اول کدام روزی مذاکره شروع میشه و دوم آیا افغان ها میتونن که به یک نتیجه برسن که یک دیگر را بپذیرن و سر یک رای سیاسی به موافقه برسن. بعد نظر داشتی ای که گروپ های سیاسی با یک دیگر رقابت دارن، ارزش ها فرق داره، اما سر یک فرمولی که زور رای علی مشکلات نیست به یک موافقه برسن. و همچنان ما همکاری داریم برای عملی شدن موافقه بین طالبا و امریکا.
و برای ازی که ببینیم کوشش کنیم همکاری کنیم برای عملی شدن از او یک مرکز که در رو معلومات بین دو طرف شریک میشه در دوها وجود داره به نام یک چینل که تبادل معلومات که فعال است. او چینل اینه است که معلومات استخباراتی بین یکی دیگه داده میشه یا او چینل همکاری عملیاتی را مسئولیتش داره، اما او چینل برای عملی شدن قدمهایی که روی موافقه شده و برای حل مشکلات که در عملی شدن موافقه چی برآمدن قوای امریکا است و چی برای از این که افغانستان یک مرکز خطر برای دنیا از نگاه تروریسم نباشه ساخته شده و او هم فعال است و مجالس تقریبا امروزه صورت میگیره. استاد، یک موضوعی است که تجربه صحبت های شما موقف پاکستان بسیار زیاد مهم بود. این پاکستان چرا که من هست یک گارانتور یا گارانتی کننده طالبا در این توافق نامه امضا نکرد، یا موقف شما در این مورد چی است؟ چطور طالبا را کی گارانتی کنند؟ طرف دولت امریکا خواهی از دولت رسمی سر چی کنند؟ منطقه طرف طالبا را کی گارانتی کنند؟ خب گارانتی وجود نداره در این کار. چیزی که وجود داره که شرط است، شرایط است، یعنی ای که در مقابل هر قدمی که امریکا میگیره یا در مقابل هر قدمی که طالب میگیره یک قدم از اون طرف دگان باید گرفته شود. و اگر طالب ها مثلا چیزهایی را که برش موافقه کردن او را عملی نکنن، امریکا مازاد میشه از ای که چیزهایی را که امریکا موافق کرده او را عملی نکنه. یعنی مسئله گارانتی امی قدم به قدم ربطش است و از او خاطر گرچه شما دیدین که جامعه جهانی ملل متحد، شورای امنیت ملل متحد که در رو همه کشورهای عضو به شمول پنج قدرتی که ویتو دارن همه طرفداری کردن از این موافقتنامه بین امریکا و طالبا و همچنان از اعلامیه مشترک بین جمهوری اسلامی افغانستان و امریکا و ناتو. او هم وزن خود داره که چون فیصله های شورای امنیت ملل متحد تقریبا قانون است که مثل یک قانون از نگاه حقوقی هم او وزن داره. او خودش هم یک قدم مثبت دیگه است. از او خاطر ما اطمینان دارم که ما تنها پیشرفته میتونیم در موافقه‌ای که صورت گرفته که هر دو اطراف مختلف قدمایی را که وعده کردن او را عملی کنن. اگه یک طرف به وعده‌های خود وفا نکرد، طرف دیگه آزاد است که قدمایی را که وعده داده به او موافقه کرده او را عملی نکنه. دکتر صدامی، در بخش سوم توافقنامه در اون جمله خلاصه مطلبش اگر ما بگیم، در اون جمله که روابط بین ایالات متحده و حکومت اسلامی جدید پس توافق توسط مذاکرات بین الافغانی تعیین می شود مثبت باشد چنین آرزو می کنین شما، منتها این توافق نشد. این خب بازم یک مدل چند مجوله واری می شود. اگر طرف دولت اسلامی افغانستان زودتر هیئت تعیین نکنه و کتب دیگر توافق هم نشه، روابط شما هم با طالبان یک قسم در هوا میمانه. اگر حکومت اسلامی جور نشه کل توافق ها به هدر خواهد رفت. خب اول خو یکی از صفت های این موافقت نامه ای است که در باز میکنه، پیشترم به اشاره کردم، برای مذاکره بین افغان ها. و ما از تمام افغان ها، از حکومت جمهوری اسلامی و همچنان از طالبا تقاضا میکنم که از این چانس تاریخی استفاده شود. هم از مردم افغانستان تقاضا میکنم که تشویق کنن جناب رئیس جمهور دکتر اشرف غنی و تیمشان را و همچنان دکتر عبدالله و تیمشان که هرچی زودتر
این خطر کلانی که متوجه افغانستان است از مشکلی که بعد از انتخابات بعد از سوگنخوری به وجود آمده که جلو ازیره که دو حکومت ساخته شود ایره بگیرن و اینا را تشویق بکنن و یک موافقه برسن. و ما بازم میگیم که ما حاضر هستیم در این قسمت همکاری کنیم. این یک خطر است برای مذاکره، این یک خطر است برای صلح. دومی که هرچی زودتر این هیئت باید اعلان شود و سومی که طالبان شرط های به دلیل مشکلات برای شروع مذاکرات پیدا نکنن یا نمانن یا با وجود نبیارن. و همچنان شما دیدین که جمهوری اسلامی افغانستان یک فیصله کلانی کرد که تقاضای طالبان بود که اگر تا 5000 زندانیان طالب در مقابل 1000 زندانیان افغان از جمهوری اسلامی افغانستان هستند باید رها شوند. این قدم بسیار مثبت است. طالب ها برای عملی کردن از این باید مشکلات به وجود نبرند و در غیر از او مردم اینطور انتباه خواهد کردند که طالب ها در این تقاضای خود جدی نیستند و شرط هایی را نگذارند که سبب به تعویق شدن این کار صورت بگیره. بازم میگم که وقت از این رسیده که از این چانس تاریخی استفاده شود، همه دست به دست یک دکه بتن از تجربه بسیار بد 40 سال که رای حل هر مشکل زور است، که از زور باید استفاده شود که طرفی که اختلاف نظر داره یا یک مفکوری دیگه داره برای حل مشکلات سیاسی یا برای پیشرفت سیاسی و اقتصادی به جایی که از زور استفاده شود به یک فرمول موافقه شود. در تمام دنیا اختلافات نظریات سیاسی است، در تمام دنیا اختلاف یا فرقای ارزش ها هست، اما میبینین در جاهای پیشرفته که تاریخ مشکل او هم داشتن بالاخره به اساس موافقه روی یک فرمول گذشته بعد پشت سر گذاشتن به طرف یک آینده امیدوار، یک آینده مرفه، یک آینده که در او شهروندها در صلح و امنیت زندگی کنند قدم های عملی گرفتن. وقت از این رسیده که با تنداشت قربانی هایی که افغان ها میتن از جنگ، با تنداشتی که مشکلات اقتصادی چقدر زیاد است، با تنداشتی که خدمات چقدر درش مشکلات است که جنگ را ختم کرد، او فصل را پشت سر گذاشت برای صلح، برای آرامی، برای پیشرفت دست به دست یکی داد. بحث گروپ های سیاسی در رقابت فرق نیست، مشکلی نیست، اما بحث شهروند و بحث افرادی که وطن خود دوست دارن و به وطن خود به تاریخش افتخار میکنن جنگ پشت سر بگذارن و به قدر کافی شهید و یتیم و بیچارگی در افغانستان هست، وقت دیده که توجه به حل مشکلات شود، توجه به رسیدن از این چانس استفاده کرده شود و یک فصل نو تاریخ در افغانستان، تاریخ معاصر شروع کنند. خدا کنه که این آرزوی خوب شما را بشنم از طرف رهبر افغانستان. من می آخرین سوال را می کنم، باز وقت داشتین باز شما قیامات جانه بگوین و ایست که همین مسئله افغانستان تا اما تنها دو طرف نیست، مسئله ایران و روسیه و چین و اینا شده خاصل برازی لاروف روز گفته بود که ما امارات به ما قابل قبول نیست، حتی چست خیسته از چپ راست خبران که امکان داشته باشه اونا شاید کمک های نظامی هم بکنن، من منظورشم شایدی باشه که به افغانستان عسکر روان کنن. این موضوعات در نظر گرفتین که اونا رو چطور میتونن قانع بسازن، هم ایران هم روسیه هم مخصوصا و پاکستان که اونا همکاری جدی بکنن؟ یکی از چه قدم های بسیار مثبتی که در ابدام های گذشته صورت گرفته در باره استاد در افغانستان که تقریبا یک اجماع بین المللی به وجود آمده که از صلح در افغانستان، از سیاست امریکا برای صلح در افغانستان، از قدم هایی که امریکا تا حال گرفته
برای آوردن صلح در افغانستان یک پشتیبانی بسیار وسیع وجود داره. بیشتر عرض کردم که جامعه جهانی، ملل متحد، شورای امنیت، تمام اعضای شورای امنیت که در او چین هم بوده است، روسیه هم است، کشورهای دیگه هم هستند، گفتن چیزی که امریکا موافقه کرده با طالب، چیزی که امریکا و ناتو موافقه کرده با جمهوری اسلامی افغانستان، پشتیبانی از اونا را داره، پشتیبانی از اونا را داره. این کلان یک گپ است که امروز دنیا با همه رقابت ها و مشکلات که شما در جیران هستین، از این کار ولایت متحده طرفداری کردن. مشکلات هست در همسایگی، در این شک نیست، اما باید این گپی بسیار کلانی که صورت گرفته به یه هم توجه کرد. ما در مذاکره هستیم با پاکستان، پاکستان قدم های مثبتی را گرفته در باره مسئله صلح در افغانستان و ما میخواییم که در آینده موافقه صورت بگیره که از اراضی افغانستان به ضد پاکستان و از اراضی پاکستان به ضد افغانستان استفاده نشوه. و رئیس جمهور غنی هم به می همیشه تکرار میکنه و یک مسئله مهم و حیاتی است. در این زمان طبعا شما در جیران هستین درباره مشکلاتی که بین امریکا و ایران وجود داره، اما ما نمی خواهیم که این مشکلات سبب از این شوه که ما مشکلات رابطه خود در افغانستان بیاریم و این سبب مشکلات برای پیشرفت در صلح در افغانستان صورت بگیره. ما آماده هستیم که درباره این مسائل با ایران بشینیم، با ایران صحبت کنیم، نگرانی های مشروعی اگه داشته باشن از اونا بشنویم. و در این زمان ما میخواییم بگیم که امریکا از منافع خود دفاع میکنه و مخالف شدید قدم های هست که با خشونت در افغانستان اضافگی کنه و یا ای که در وحدت ملی افغانستان به او خطر برسانه و یا ای که پیشرفت صلح را بدیتر بسازه. با تمام افغانها بازم ازشان تقاضا میکنیم، چی گروپ ها چی افراد، که متوجه منافع افغانستان باشن و نگذارن که خارجی هایی که بدون اینکه کدام مملکت مخصوص به اشاره کنم که نمانند که از نفاق افغانا، از رقابت های سیاسی افغانا اونا استفاده کنند. تنها افغانا میتونند که با تفاهم، با قبولی یک دیگه، با موافقه روی یک خط سیاسی، راه مداخله های شومه که هدفشان استفاده از افغانستان به ضد افغانستان و برای منافع خودشان از راهش بگیره. یا هم یک درس 40 سال باید باشه برای افغان ها. بله استاد، خودمی که میفهم این رادیو ما در اطراف و اطناف افغانستان بسیار شنونده داره، شما کدام پیام به شنونده ما که غیر از تلویزیون ها و تلویزیون ها دسترسی ندارن، برای از نا چی پیام دارین؟ اونا چی باید بکنن که رهبرا رو مجبور بسازن که نا اتحاد اتفاق بکنن؟ از یه فرصت تاریخی یک استفاده خوب شد و وظیفه مردم نرمال افغانستان چی است از نقطه نظر شما؟ خب من اول هم گفتم که رادیو شما یک رادیو معتبر است، در تمام افغانستان شما شنونده دارین. من بسیار خوش هستم از این چانس که بتانم از رای شما با مردم افغانستان این صحبت داشته باشم. اول خواه تشکر میکنم از مردم افغانستان، از مردم عادی افغانستان که در عکس‌العمل‌هایی که ما ازشان شنیدیم درباره کوشش ها درباره صلح لطف کردن، خانهشان آباد. میفهمم دردشان، اسم میکنم که اینا تشنه صلح هستن، از جنگ به بینی رسیدن و از مشکلات سیاسی هم به بینی رسیدن، طرفدار صلح، طرفدار آرامی، طرفدار چانس عزیزتن که چانسای خوب اقتصادی به دست داشته باشند تا خودشان، اولادایشان برای کار پیدا شوه برشان. از او خاطر تقاضای من یمیز کمی خواهشات را که دارن، من اطمینان دارم که را دارن، تا
توسط جرگه ها، توسط مجالف و گفتمان، از راه مطبوعات، از راه های تاریخی که به دست افغان ها وجود داشته، چی رهبرای قبایلی، چی رهبرای منطقوی، چی رهبرای دینی و مذهبی، چی متفکرین و دانشمندها، اینا از پایان به طرف بالا، یعنی از مردم به طرف رهبریت ها فشارهایی را بیارن که تشویق کنن رهبرها را، کلان ها را، چی کلان های سیاسی اینجا و چی کلان های طالب، که وقت از این رسیده که جنگ باید ختم شوه، وقت از این رسیده که یک دیگر را باید بپذیریم، وقت از این رسیده که از رای مشوره، از رای جرگه، از رای انتخابات، از رای بحث روی پیدا کردن راه های حل مشکلات استفاده شوه، وقت از این رسیده که کشتن یک افغان از یک افغان دیگه از خاطر اختلاف نظرهای سیاسی وقت از این رسیده که باید ختم شوه. تاریخ 40 سال نشان میده که اتو یک طرز عمل، اتو یک کار نتیجهش غیر از بدبختی چیز دیگه نیست. افغانستان یک تاریخ باشکوهی داره، یک مرکز تمدن منطقوی و دنیایی بود، در همه افغان ها استعداد کارهای کلان وجود داره برای پیشرفت. وقت از این رسیده که از این توانمندی هایی که وجود داره برای صلح، برای بازسازی، برای پیشرفت استفاده شد. جنگ سببش از دست دادن فرصت هاست، جنگ سببش از دست دادن استعدادات است که میبینین که بعد صدها هزار افغان به شمول جوانهای تحصیل یافته بر از خاطر بیکاری، از خاطر خطر جنگ، شرایط بسیار بد را قبول کرده به کشورهای خارج میرن. خود افغانستان چقدر امکان پیشرفت دارد، چقدر منابع دارد، چقدر استعدادا دارد، چرا او را به افغانستان ساخته نشود؟ افغانستان با سال میتونه که مرکز همکاری منطقوی شو از نگاه اقتصادی، از نگاه تجارت. چرا به جای گدایی از دیگه کشورها نشوه که افغانستان به پای خود استوار شوه؟ دیگه کشورها هم از یک فصل سخت تیر شدن، کشورهایی که آل بسیار موفق هستن، کشورهای بسیار پرقدرت و پرنفوذ شدن. این امکان در افغانستان هم وجود دارم. تاریخ شخص خودم همین چیز نشان میده که یک افغان اگر چانس داشته باشه تحصیل کرده بتانه و برش موقع داده شده بتانه، میتانه. نمیخوایم خود تعریف کنم که یک کار کرده بتانه، همه طور بسیار افغانهای دیگه است. فرق بین ما و یک افغان دیگه هیچ وجود نداره. بر تنها فرقی بود که من تانستم امریکا برم و تحصیل کنم و چانس ها برم پیدا شوه. باور کنین که من به اطمینان میگم که در همه افغان این استعداد وجود داره. بله استاد، دیگه وقت نمیگیرم. سلامت باشین، خوب شد که این صحبت کردیم. همین یک چیز دیگه استاد. چیز هست؟ بله بسیار خوب شد استاد، یه زفت دیگه همین موضوع چیز میخواستم بگویم که در سوسیال میدیا بسیار معلومات غلط داده میشه. توقع مردم افغانستان از شما من هیچ یک فرزند افغانستان ایست که زود مخصوصاً به ما مصاحبه بتین که از این معلومات های چرک غلط نجات پیدا بکنن. کپتان بخی بجاز، من باور دارم که گفتان راستی بجاست. ما در قسمت مسائل مطبوعاتی دادن معلومات به مردم اونقدر فعال نبودیم که باید می بودیم و من وعده می کنم که به شما و به مردم افغانستان که به کسایی که یا از عدم داشتن معلومات یا از خاطر مقاصدی که وجود داره، استفاده هایی که بازا میخواین که مخالف صلح هستن و طرفدار شرایط فعلی هستن، منافع هم در اینجا ربط میگیره که بازا این شرایط به نفع خود میبینن تا صلح و آرامش که من به او پیشتر اشاره کردم. بله ما باید در این قسمت فعال باشیم، اما از شما هم یک تقاضا دارم اگر اجازه بدین، و او ایست که باعث یک تشکیل مسئول مطبوعاتی، یک رادیویی که
شنونده زیاد داره، شما هم میتونین در قسمت همکاری کنین که که عقایق به مردم برسانین، کار خود کنین. نمیگم گپ مرا قبول کنین، بگین هر چیزی که من میگم امورا میگیرین، میگه نمی 100% ایره ما قبول. نه، جستجو کنین، تحقیق کنین، عقایق به مردم برسانین. این وظیفه شما در سیستم دموکراسی داشتن مراکزی که حقیقت معلومات به مردم بتن یک مسئله حیاتی است. خب ما وعده میکنم با شما که زیادتر در این قسمت فعال باشم. از شما اگه به ما وعده کنین که در پخش حقایق، در رد کردن معلومات غلط، توطئه ها که در بدبختانه یک کلچر توطئه در بعض جای ها حاکم است، که نگذارین که بجای حقایق توطئه حاکم باشه در اذهان عامه. و در این جهت شما هم و مطبوعات به صورت کل مسئولیت تاریخی و کلان دارین، و برای شما ما موفقیت میخواهیم در این خدمت. و سلامت باشین، خدا همراهتان، زنده باشین. شما لطف کردین، از شما بسیار تشکر میکنم که باز این چانس رو برام دادین. بسیار زیاد تشکر محترم دکتر ظلمی خیلیزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان. موفق باشین استاد سید. سلامت باشین، خدا همراهتان.